هیچ دولتی در جهان به اندازه ما شبکه دولتی نداره. الان صدا و سیمای ما تقریبا بزرگ شبکه داران مثلا یه همچین چیزی شده. ولی چرا شما هرچی شبکه اضافه میکنید، هرچی خبرگزاری اضافه میکنید، این اراده گرایی رسانه‌ای نمیتونه مشکلتون حل کنه؟ الان رسانه‌های شما مثل صدا و سیما ضد رسانه است. یعنی شما میگید فیلتر اصلا ضد رسانه است. مردم گوش میکنن که فوش بدن. یعنی تنفر ایجاد میکنه. چون رسانه‌ای که ما رو به آینده برای به شدت میخوایم هیجان پیدا کنیم بریم ببینیم چیه توش، آخرین فیلم سینمایی چیه، آخرین خبر چیه. خب صدا و سیما تنفر ایجاد میکنه. من برای خود صدا تو جسان دعوت کردم، گفتم شما رسانه نیستی، ضد رسانه اید. حالا این مردم فوشتون میدن همش. یعنی حتی او راستم که میگه دروغ میگه، چون پند دروغ شده دیگه، راستش هم میشه دروغ. ما یه رسانه رسمی داریم، یه رسانه غیر رسمی. رسانه رسمی همین رادیو تلویزیون و تا حد مطبوعات. رسانه غیر رسمی که فضای مجازی باشه، فضای شبکه‌های اجتماعی باشه، اینا هم دارن یه مسیر دیگه میرن. این دو تا رسانه دو تا تیپ، دو تا آدم، دو تا ارزش‌ها و دو تا گرایش‌های متفاوت دارن تولید میکنن و این داره هی قطبی‌تر میکنه جامعه ما رو. این رسانه در قبال گروه‌های خاصی فیلتر شده است. بعضی‌ها یله، بعضی هم فیلتر. بهترین چی که الان شما همین شفافیت بس آدم سانسور هست اینه که بعد چی کار کنی؟ بعد بیای همه چی اقتصاد مدار کنی، نه تجاری مدار، اقتصادی بشه همیش درست بشه. یعنی آقا ارزش افزوده هر چی خرید. اساس ما جمهوری اسلامی اقتصادی نیست، ارزش افزوده نداره، بلکه زده ارزش افزوده داره، زده منافع ملی، زده امنیت ملی است. نباشتش بهتره بهش باشتش. اساسا رادیو تلویزیون چون اعتبارش از بین رفته، همه رو انداخته به این که به صورت فردی بخوام برن بشینن تحقیق کنن ببینن. مگه ممکنه ما این کارو بتونیم بکنیم؟ رادیو تلویزیونی که آزاد نباشه، خب این حقو به شبکه‌های اجتماعی میده که کاری انجام بدن. تو شبکه‌های اجتماعی هم اونایی میرن جلو که بتونن هرچی متمایزتر و دروغ‌تر حرف بزنن. بیش از حد به رسانه اهمیت میدیم و بیش از حد از رسانه میترسیم. او کشوری که اقتصادش درسته هیچ وقت نمیبره درج قیمت در سایت دیوار رو به عنوان عامل تلاطم اقتصادی بازار خودرو بدونه. این جمله بسیار کلیدی. جامعه به شدت از حکومت جلو افتاده به خاطر رسانه. جامعه با شعورتر از حکومت شده. من اینو روک میگم و الانم میگی نه خب برو الان این هزاران نفر که دارن سالانه از این مملکت صدها هزار آدم دارن خارج میشن دیگه، برسته به روستاها برن کانادا. ما ماه رمضون ما تو محلمون میدیدیم چه وضعیتیه. ظهرا میدیدیم مسجد کیپ با کیپ آدم میشست، تو ظهرش، مغربش، حتی نماز صبحش. امروز اصلا شما نماز صبح هیچ مسجدی درش باز نمیشه. ظهرا اصلا که دیگه جای خودشه. چجوری دارید میگید دین نمیدونم بهتر میشه؟ این فقط یه نوع فریب دادن خوده و فقط یه نوع امید به این که حالا انشالله بهتر میشه دیگه. جامعه‌ای که به دزد بودن پاداش بده، مردم روی دزد خوب بودن سرمایه گذاری میکنن. همون جوری که وقتی یه جامعه خلاق داشته باشین که روی تولید کالای با کیفیت بهتون جایزه بده، شما رو تولید بالای با کیفیت، شما دزدی هم یه کالاست. بنابراین شما وقتی میخواین پاداش میگیرین از دزدی، روی اون سرمایه گذاری میکنین. یعنی واقعیت که میگید حتی روشنفکیش هم که مثلا روزنامه مثل اطلاعات اینا هم سانسور میکنن، یا روزنامه شرق. آقای جهانگیری توییت کرده بود که یکی از چالش های آینده ایران گسست اجتماعی است. برای حل این گسست باید به انسجام، وحدت ملی و همدلی برسیم و راه آن ایجاد گفتمان ملی است. مقامات یک کشور حق ندارن آرزو بفروشن. من بعضی وقتا احساس میکنم مقامات کشور رو اگه دو تا ظرفیت زبانی ازشون بگیریم کلن لال میشن. یکی به فعل آینده حرف نتونن بزنن، دو نتونن باید بگن. شما کلمه باید ازشون بگیریم باید و نباید، کلن اینا علیل زبانی میشن. مقام اجرایی در هر سطحی قبل از هر چیز باید گزارش کار ارائه کنه. میخوان فقط به رسمیت شناخته نشه، اما واقعیته که داره مسیر خودشو میره. که امروز به رسمیت نمیشناسی، فردا به رسمیت نمیشناسی، چند وقت دیگه اون چیزی که تو به رسمیت نمیشناسی از اون چیز رسمی قوی تر شده، بیرون میزنه، هیچ کارش نمیتونی بکنی.